دوستان عزیز، اسدالله اسکرآزادی رو که حتما میشناسید، عضو اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین. یعنی هر چیز چینی که تو ایران میخرید و مصرف میکنی از زیر دست ایشون رد میشه. میگن ثروتمندترین مرد ایران. البته این حرف درست نیست، ثروتمندترین مقام عظماست. خود آقای اسکرآزادی هم با فروتنی میگه که اون ششمین ثروتمند ایران. البته حرف و حدیث درباره میزان ثروت اون زیاده و یکی از افتخارات نظام اینه که اون همه این ثروت رو تو سالهای حکومت عدل جمهوری اسلامی به دست آورده تا مشت محکمی باشه به دهان کسایی که میگن تو این نظام فقط فقر زیاد شد. در هر حال جناب اسکرآزادی اخیراً توی مصاحبه گفته که در اثر بیکفایتی بانک مرکزی صادرات قفل شده و حرفش اینه که بر اثر همین عدم کفایت بانک مرکزی من 3 ماه هست که تجارت نکردم و صادراتی نداشتم و اضافه کرده که صادر کننده ها اساساً نمیتوانند به روشی که بانک مرکزی اعلام کرده است ارز حاصل از صادرات را بیاورند و به همین جهت شخصاً اعلام میکنم که دیگر کار صادرات انجام نمیدم، زیرا بیکار نشستن خیلی بهتر است از اجرای تصمیمات بانک مرکزی است و صبر میکنیم بانک مرکزی سر عقل بیاید و بداند با صادر کننده ها چگونه رفتار کند. از اون طرف بشنوید که روابط عمومی بانک مرکزی هم اطلاعی داده و گفته آقای اسکرآزادی سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود ارائه نکرده. برخی آقایان تمایل ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند. وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است. به طوری که 2 شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال 1397 بالغ بر 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است. ما البته قاضی نیستیم، اگه بخوایم در این مورد قضاوت کنیم حق رو با آقای اسکرآزادی میدیم و میگیم آقای بانک مرکزی اگه راست میگی، اولا بعد این به قول خود سالیان طولانی که ایشون مشغول کسب حلالش بوده کجا بودی؟ ثانیاً واقعا حق نیست که به خاطر 16.6 میلیون یوروی ناقابل این عنصر خدمتگزار و دلنازک اقتصاد کشور رو اینطور برنجونید که 3 ماه هیچ کاسبی نکرده. خب وارد کشور نکرده که نکرده، مگه بقیه وارد کشور میکنن؟ همه خارج میکنن، اسکرآزادی هم یکیش. خب بحث اقتصادی میکردیم، بریم سراغ یه موضوع مرتبط. منشأ گرونی عجیب غریبی که فقر و گرسنگی رو به مردم ایران تحمیل کرده توی رسانه‌های هر دو باند حاکم رو میشه پیدا کرد. 2 نمونه از روزنامه‌های هر دو باند رو انتخاب کردیم ببینیم آدرس چه کسایی میدن. جهان سند تو مطلب طنزش با عنوان حسادت خارجی از جمله نوشته ترسناکتر از دلاری که به 13000 تومان رسیده پراید است که به حدود 40-50 میلیون تومان رسیده. یعنی با پول یک پراید می شود در بعضی از شهرهای کشور خانه خرید. جدا غیر از این است که ما باید مسئولان را بگذاریم روی سرمان و حلوا حلوا کنیم؟ در این شرایط تحریم با این همه سختی و فشار و تنگ نظری پراید را به این قیمت رساندن کار هر کسی نیست. اما دوستان به خوبی این موفقیت را کسب کردند. اینکه چرا مالکان کارخانه‌های بنز و بی ام دبلیو و فیات و مازراتی هنوز نیامدند تا مسئولان ما را جذب کنند و بخواهند با هنر خود قیمت محصولات آنها را هم چند برابر کنند دلیل ندارد غیر از حسادت. سیاست روز از باند خامنه‌ای هم تو ستون طنز تحت عنوان پیام‌های مردمی از جمله نوشته پرویز مقام طلب از تهران: با 700 هزار تومان حقوق ماهانه 7 سر عائله، اما از یک بانوی پرهزینه، 2 فقره دانشجوی دانشگاه آزاد، 1 جوان قطع نخایی و 2 محصل دبستان نمونه مردمی را اداره می کنم. آیا حقش نیست در مسابقه استعدادهای درخشان مقام اول را کسب کنم؟ تا کی تبعیض و حق خوری؟ چرا مسئولان رسیدگی نمی کنم؟ بله، گر حکم شود که دوز گیرن در این نظام هر آن که هست گیرن. خب با چند تا کاریکاتور از شبکه‌های منطقه‌ای ادامه می‌دیم. پاسدارا روحانی رو برای کرنش در برابر ولی فقیه کوک کردن، اسم این تابلو هست که علت کرنش و مجیزگویی روحانی رو اینطوری به تصویر کشید. و تابلوی بعدی هم خامنه‌ای رو نشون میده که توی دستش تابلوی حکومت داعش و تو دست دیگرش بمب گرفته، که این کاریکاتور میگه داعش واقعی که تو عراق و سوریه نشسته و حکومت میکنه کسی نیست جز رژیم ولایت فقیه. و این یکی تابلو هم ساعت سرنگونی رژیم رو نشون میده و میبینید که روی
عقربه بزرگ که چیزی هم به صورت سرنگونی نمونده، خامنه وحشت زده از حلقه های دار به عنوان نقطه اتکای خودش آویزونه، و بدتر از اون روحانیه که خودش رو به ولی فقیه مفلوک آویزون کرده، و البته هیچ کدوم گریزی از سرنگونی محتوم ندارن. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید.